هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از زلزله عراق و لبنان و کابوسی که عظما و باقی دایناسورهای نظام رو زمینگیر کرده. برادران خواهران دقت کنید، در اطراف ما ناامنی غوغا می کند، اما ایران امن است. مسئولین محترم مراقب باشید، از دشمن نباید ترسید ولی از فاصله طبقاتی باید ترسید. از رو آوردن مسئولین به زندگی اشرافی و اشرافیگری و دریافت حقوقهای کلان و فراموش کردن مستضعفان باید ترسید. بله، آتیش قیام عراق بد جوری به سر و ریش آخونده افتاده و همشون رو غافلگیر کرده. از اونجایی که ترس از عواقب این قیام بسیجی ها رو حسابی پریشون کرده، تیبریش طبق معمول مشغول ماسمالی قضایاست و میخواد اینطوری جلوه بده که کل این قیام ها فیک هستن. کاربران فیک که می اومدن تولید محتوا می کردن، هشتگ تولید می کردن، ترغیب می کردن که حضور داشته باشین، بعد مشخص می شد که نزدیک 90% خارج از اصلا خاورمیانه به معنای این کشورهای درگیر در این حوزه اعتراضات هستن، در عربستان مستقرن، بکشون حتی تا آمریکا میرسه. از این نظر باید این ماجرای کاربران فیک رو دید. محتواهای فیک وقتی میومدن عکس‌ها رو جعل میکردن، کاربر خیلی معروف شده بود پرچم لبنان گرفته بود، بعد اومده بودن با فتوشاپ بهش اضافه کردن که آقا ایران از این منطقه بره، ما نمیدونم عربی هستیم ایران بره. بعد معلوم شد عکس اصلا مال چند سال پیشه و اون مال یک راهپیمایی دیگه، یعنی بوده. این محتواهای فیک، فیلمایی که میومد با توضیحات غلط. کارشناس تی وی ریش هم به فرموده عظما به صحنه اومده تا سیاستمدارهای اسقاطی رو به عنوان حلال مشکلات جا بزنه. لذا من تصور میکنم که الان رهبران گروه‌های سیاسی و اکثریتی که در پارلمان عراق دارن با آقای مقتدی صدر، آقای هادی آمری و آقای عمار حکیم و دیگر گروه‌ها در حال رایزنی هستن که کشور رو از این تنگنا و از این تونل تاریک خارج کنن. نقش این جماعت در حل مشکلات یه چیزی تو این مایه ها. این هم از جواب مردم عراق به عظما و راه حل های آخوندیش. حکایت رو شدن دست مهره‌های عظما در عراق، حکایت این دزداست که ناگهان متوجه دوربین مخفی میشن و هر کاری هم که میکنن بدتر میشه. حالا عظمای درب و داغونی رو تصور کنید که نه تنها عمق استراتژیکیش به فنا رفته، بلکه تحریما هم داره خفش میکنه. به همین خاطر راه پس و پیش نداره و باز هم مجبور تابلوی مذاکره ممنوع بلند کنه. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور رو حل میکنه. این اشتباه بزرگیست. 100% اشتباه میکنن. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. مام جواد ظریفم که خوب میدونه چه آینده‌ای در انتظار نظامه، رفت به استبل ولایت و نه تنها همه کاس و کوزه‌ها رو سر عظما شکست، بلکه گفت اگه مذاکره نکنیم قطعنامه هم بر میگرده. 6 قطعنامه شورای امنیت رو لغو کردیم، حالا میخواین این قطعنامه ها برگرده تا دوباره برای لغوش یک گروهی مجبور به مذاکره با آمریکا باشن؟ یا الله، بفرمایید.
بعدم طبق معمول کار به دعوا کشید و مام جواد ظریف هم بدون خدافظی زد به چاک. ظریف انجام داد کار اشتباهی بود به نظر ما، ولی این روند قضیه اگر میمون و مینشه 8 دقیقه مشکلی رو حل نمی به اصطلاح براش ایجاد نمی کرد، ولی این کارش به نظر من قابل قبول نیست. این مام جواد ظریف مثلا قرار بود مذاکراتش برای عظما امتیاز کسب کنه، اما زد سقف و آورد پایین. این هم یک نمونه از تعامل مجلس و دولت در خوابگاه ولایت. دولت آیا امیری دولت بگید بیاد، اینا چرا خوابشون برده؟ دولت. حالا از صحن مجلس به پارکینگ مجلس بریم و یه نگاهی به ماشینای این به اصطلاح نماینده ها بندازیم. ببینید در سالی که عظما اسمش رو رونق تولید ملی گذاشته، یه ماشین ایرانی اینجا پیدا نمیشه. داستان جنگ و دعواهای باندی تو نظام ولایت بیخدارتر از این حرف هاست. ببینید کار به کجا کشیده که جماعت شیخ‌پری به این فکر افتادن که یک قائم مقام اجرایی برای عظما بتراشن. بعضی از دوستان ما معتقد بودن که حالا که کار کشور به مشکل خورده، حضرت آقا بیان یک قائم مقام اجرایی منصوب کنن و مسئولیت ما بدیم به اون قائم مقام اجرایی. این برای کیه؟ ما رو مثلا چند ماه قبله که حالا اونجا بودم. آقا چرفیه این به معنی حذف نهادهای مدنی و اجرایی کشور هست؟ این پیشنهاد داره کی بود؟ حالا ایزه بده دیگه، اصلا من دوستان طرفدار دولت. این دراکولای عمامه دارم که فهمیده هواپسه، به فکر روزه حقوق بشر افتاده و در زمینه وقاحت رکوردهای جدیدی شکونده. در نظام اسلامی دفاع از حقوق بشر در ذات انقلاب اسلامی است، در متن قانون اساسی است، داعیه همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی است. اگر در جایی هم تخلفی ببینن که انجام شده، قبل از هر کس و بیش از هر کس و پیش از هر کس، خود مسئولین دنبال اون هستن که تخلفی رو دنبال کنن. این یک اصل نیست یا استثناست. یکی از مشنگترین مهره های ولایت این سرتشتک سرمشنگ یعنی سلامیه که جز قمپوز در کردن و خالی بندی هیچ کار دیگه تو نظام نداره. ما فقط به موشک ها تکیه نداریم، هرچند به اندازه کافی و بیش از نیاز آنها را ذخیره کرده ایم. هدف های من هم روشنند، مشخصند. نیروهای من هم کاملا آماده و مهیا هستند. منظورش از آمادگی یه چیزی تو این مایه هاست. یکی از چهره‌های خبرساز در هفته گذشته این همسر حداد عادل بود که یه سوتی تاریخی داد و گفت با وجود اینکه با مدرسه غیر انتفاعی مخالف بودم، اما به خاطر تحصیل پسرم یه مدرسه غیر انتفاعی اختصاصی براش درست کردم. کسایی بودم که کلن با تحسیس مدرسه غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدرسه غیر انتفاعی موان مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست به سال ششم بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درسی خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران، باورتون نمیشه.
آقا اینو گفت و بلا گفت. بعد از این قضیه بود که تو فضای مجازی قوقایی به پا شد و طوری دخل حداد عادل رو آوردن که مجبور شد اینطوری از خودش دفاع کنه. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی من متهم بشم که چه ورثه فرهنگ تأسیس کردم. این از عجایبه. من محاکمه می کنن که این اشرافیگری چی را انداخته. چون ممکنه یه پدر مادری از گلوی خودش بزنه، از ضروریات زندگی بزنه، این سطح تربیت فرزندش بکنه، تشخیصش این باشه. اما قضیه به همینجا ختم نشد و یکی دیگه شون به صحنه اومد و گفت اصلا همه این کارن. چه درصدی از مسئولان آموزش پرورش تو دولت‌های مختلف الان غیر انتفاعی دارن؟ میشه یه آماری بدید؟ دارید؟ والا من اجازه بدید نگم ولی وحشتناکه. خب بگید دیگه. برای چی؟ نمیشه. بالاخره تعداد من تاجگاهی که میشناسم هستن، دارن، یعنی نزدیک به 80-90. من اونایی که ندارن رو خیلی نمیشناسم. عجب. خدا قبول کنه انشالله. من می‌خواستم بگم بالای 50% خیلی بیشتر از این حرفاس بحث. این طرف مثلا می‌خواست با باند مقابل تسویه حساب کنه، اما زد میز نظام رو سوراخ کرد. این هم یکی از تازه‌ترین نمونه‌های پاچه‌خواری در نظام ولایت. عرض سلام خدمت شما. می‌بینید دیگه، نمی‌دونم آدم باید بخنده یا باید گریه کنه که به خاطر یه آبنما دارن تقدیر تشکر میکنن، انگار که پتروشیمی زدن، انگار که سیگل ترکیبی زدن برای مردم و نمیدونم با... حالا احتمالاً اگه خود آبنما رو هم ببینید یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به یه شیرینکاری دیدنی جلب می‌کنیم که ترکیبی از تسلط و کنترل و قدرت و سرعته.